بسم الله الرحمن الرحيم. جهل بموضوع، جهل بغصب. نه، اینجور فرمودن دلیل خاص به ذکره. این مبطلات صلات چند تاش هست که یکشم غصبه، خود دلیل ضیق فمرکی است. رکوع چون از خمسه است. اما حرام نی. آها. خود دلیل نگفته. ببینید درست. میدونم مصلحت در غصب مع العلم لا تعاد. میگه اون پنجتا غصب یکی از پنجتا نیست. خب مثل رکوعی که با بدن نجس باشه و نمیدونه. خب خود دلیل مثل اینکه اما منهی عنه نیست. چرا؟ نه دلیلی که میگوید غصب وقتی مبطل صلات است که موضوعا معلوم باشه. این میگه ملاک داره. بله درست درست، این درست. آها. در صورتی که علم نباشه نهی نیست، فرض اینه. چرا؟ چرا نه؟ یعنی خود اگه ما اصلا دلیل نداشتیم که غصب حرامه، درست بود؟ نماز اشکال نداشت. دلیلی که میگوید نماز در غصب حرامه میگه معرفت الغصب، خود دلیل غصب. بله میفرماد ملاک نداره. نه باطل نیست. دلیل میگه ملاک داره. دلیلی که میگوید که خاص است، نهی که تابعش حکم وضعیه، دلیل میگوید در جایی که معلوم باشه. این در جایی که دلیل شامل باشه. اینجا دلیل اصلا خودش خاصه. یه عده از مبطلات صلات خاصه به مورد احراز موضوعه. نه نمیگیم اگر رکوع نکرد نمازش باطله، اما اگر رکوعش خلل داشت نمیگیم باطل مطلقا. دلیل میگوید که لا تعاد، میگوید اگر رکوع کی میگه باطله؟ اگه جاهل بود کی میگه؟ نه لا تعاد میگه اگه سجده نکرد. اینو دارن خود آقایون. سجده است. چرا؟ شرطش نیست. یا مهرش متنجس بود فرض کنید که روسری، یا پیشانیش. نه 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 نه، مع العمد میگن باطله. ها خوب مثالی زدید. اگه پیشانی شخص متنجسه اما نمیدونه و سجده کرد همینجور، دوتا سجده رو انجام داد، لا تعاد نمی، لا تعاد میگه اگه سجده نکرد. خب دلیلی که میگوید نهی از نجاست خبثی در صلات خاص است به علم، حکومت داره. میگه این سجودون، سجودش سجوده، پس سجود کرده. سجود اون مطلوب شرعی هم درش شرط نیست متنجس نباشه در جایی که نمیدونه. چرا؟ نه چون دلیل نجاست حکم ثانویه. خود دلیل لا تعاد اصل را میگه، نه شروطش. اینو در دلیل لا تعاد متعرضن. دلیل لا تعاد اصل را میگه. الطهور والقبلة والوقت و رکوع و سجود. اگر رکوع کرده یه وقت رکوع نکرده انحنا پیدا نکرده قدری که یسما رکوعا، یه وقت رکوع کرده اما در حال حرکت بوده در رکوع. میدونم وقتی که دلیل میگوید که نه اگر مطلق بود بله، اما مقید به ذکره، مقید به علمه. الا من خمس یعنی اگر اینجا نبود، یعنی رکوع نکرد، نه اینکه رکوع کرد بدون شرطی که دلیل شرط خودش اضیق از اطلاقه. دلیل شرط ضیقه، دلیل شرط مطلق نیست حال جهر را بگیره، خود دلیل شرط ضیقه. در عقد اجاره اگر کسی عجیز شد که عملی رو در مدت مشخصی انجام بده، مدت تمام شد عمل رو اصلا انجام نداده، حالا این اصلا عقد اجاره باطله یا میتونه فسخ بکنه؟ و حالا اگر یه مقدار این عمل رو انجام داد، اون کسی که این عمل رو انجام داده مستحق اجرت المثل یا اجرت المسمای اون مقدار عمل. اما در صورت اول که عقد اجاره کرد، اون چیزی که موضوع اجاره است اگر نبود عقد اجاره باطل میشه، این را گفتن. و اما اگر جایی کم و زیاد شد، این موجب چیزه، خیار فسخ داره، حق فسخ داره. حق فسخ داره، این خودش از مقدمات خود اون اجاره بوده. این اگر مقومه عقد باطل میشه، بله. اگر مقومه عقد باطل میشه، بله. خب حالا اینکه باطل شد، اگر یه مقدار این عمل رو انجام داده باشه، این مستحق اجرت المثل یا اجرت المسماست؟ نه اجرت المثل دیگه از بین رفت، اجرت المسما وقتی اجرت المسما رفت از بین، اجرت المثل میشه. حالا اگر اجرت المثل یا اجرت المسما ها، اینو گفتن تو جاهای دیگه، اینو فرمودن اگر اجرت المثل زیادتر بود، چون طرف راضی شده به اجرت المسما، همون مسما رو میدن. در جایی که اجرت المثل کمتر باشه، این رو دارن آقایون در باب چیه؟ آها، هیچی عرض کردم اگر رکن بوده هیچ باطله، هیچ. بله اگر عرض کردم اگر رکن بوده، یه وقت علی سبیل تعدد المطلوبه، اینه که عرض کردم. اگر نه رکن بوده نه باطله، خالص نه، میره. بله میره از اون. چی؟ نه باطل میشه، وقتی که باطل شد هیچی اجر حق نداره. عمل رو انجام داده اون هیچ میشه؟ باشه بله، اگر رکن باشه، اگر تعدد مطلوب نباشه، بله از بین میره. خلاصه به نتیجه اگر رکن باشه که موارد فرق میکنه، به شرطی که خودش احترام گذاشته باشه شرط را. چیه؟ اون به چه مناسبت؟ اون به چه مناسبت پول بهش بده؟ اون ملزم نیست پول بده. در جایی است که امر شده باشه، اون امر نکرده به عمل اینجوری. عمل مؤمن محترمه به شرطی که یک کسی بهش امر کرده باشه، اما وقتی که این خلاف شرط کرد، امر نک، این مأمور به نبوده، اون مزدش از خدای تبارک و تعالی بگیره. از این شخص به چه مناسبت بگیره؟ این مسئله، دو تا مسئله دیرشب صحبت شد که تقریبا استغراق وقت کرد. مسائلی هم هست که محل ابتلای زیاده. من عرض کردم که تو رساله مرحوم صاحب جواهر، رساله فارسی که منسوب به صاحب جواهر، 8 حاشیه هم از اعاظم داره، این دو تا مسئله هست، آوردم برای اون آقایونی که شاید یه وقت سال پارسال پریسالم نمیدونم از همینجا خوندم اینو یا نه، حالا بد نیست من بخونم این را برای اینکه آقایون ببینن. مسئله تقلید از صاحب جواهر در بعد از فوتشون نیست و این اعاظم. مسئله اینه که عرض کردم، حالا بخونمش. یه مسئله این بود که شخصی یه زمین خریده، نه خریده برای تجارت. این زمین ارزشش بالا رفت، اینو شاید تسالم باشه برای اینکه این اضافه، این ارتفاع قیمت خمس داره. اما اگر زمین را نخریده برای تجارت، یه زمین خریده، داره یه زمینی که معونش هم نیست، گذاشتهش و خمس خود زمین را داده، بعد این زمین ارزشش بالا رفت که حالا یا این را خریده که یه روزی سالهای آینده، معونه نیست فعلا این زمین، یه روزی این را خانه درست کنه درش بشینه در سالهای آینده، یا فرض کنید نه اصلا نمیخواد خانه درست کنه، برای تجارت نی، خریده که جز اموالش باشه، وقتی که از دنیا میره این به ورثه برسه این زمین که برای تجارت نی، نمیخواد از این زمین رو بفروشه یه روزی رو تجارت کنه. برای تجارت اگر نباشه این را، وقت این زمین ارزشش بالا رفت، 40 میلیون خریده بود شد 400 میلیون این زمین. اگر فروختش، این 400 میلیون رو گرفت، اونم باز شاید تسالم باشه که اون اضافه خمس داره. مسئله این بود که هنوز نفروخته زمین را، یا نمیخواد اصلا بفروشه، میخواد ارث بشه برای بچه‌هاش. این ارتفاع قیمت در این زمین که معونه نیست، از اون طرف هم برای تجارت نخریده این زمین را، این الان یتعلق الخمس به این ارتفاع قیمت یا نه؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن نه، لا یتعلق. فرمودن اگه فروختش، پول دستش اومد، این پول اضافه خمس داره. این رساله بله. این رساله اسمش مجمع الرسائل، نوشته تألیف شیخ الفقها و امام المحققین شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف. عرض کردم یه وقتی 8 تا حاشیه داره، حاشیه مرحوم شیخ انصاری و میرزای بزرگ و آمیز محنتقی و آخوند و میرزای نائنی و آغزیا و عبدالکریم و یه عده‌ای. یه تیک این صفحه 518 مسئله 1599، مسئله مفصلیه از اون صفحه تا این صفحه است. یه تیکه شاهد شما میخونم، این است، می نوشتن مالی به سبب ارث به شخصی رسیده، خب خمس نداره خود اون، و بدون اطلاع او اون مال افزایش یابد. یه زمین ارث بهش رسیده، این زمینه افزایش پیدا کرده، حالا بگید افزایش مجمله، عیبی نداره، و یا منفعتی بر اون مترتب شود. اون مال افزایش یابد و یا منفعتی بر اون مترتب شود. یکی این که زمین ارث که خود ارث خمس نداره، یکی این که فرمودن ایشون بدون اطلاع او در مقام تجارت و کسب نبوده، زمین بوده، جنس بوده، هرچی، ارزشش بالا رفته و اون اطلاع نداشته. اون مال و یا منفعتی بر اون مترتب شود که در تمام اینها خمس بر مقدار زائد متعلق میگردد، میگیرد. من خواستم عرض کنم این آقایون هیچکی هم اینجا رو حاشیه نکرده از این آقایون. و یا منفعتی بر اون مترتب شد، هر دو رو گفته. بله این منفعتی به نماع منفصل میگن؟ نه ایشون گفتن بدون اطلاع او اون مال افزایش یابد، افزایش نماع منفصله فرض کنید، و یا منفعتی بر اون مترتب شود. عمنی افزایش را بگید متصل یا منفصل، اما بعدش فرمودن و یا منفعتی بر اون مترتب شود. یعنی چی؟ یعنی نه زیاده متصل است نه منفصله. اینه دیگه. این یکیش منحصر به اینه، منفعت به افزایش قیمت نمیگن. خلاصه حالا هرچی معناش میکنید. نه دو چیزشون گفتن افزایش یا منفعتی. افزایش یعنی حجمش بیشتر شده. خب اشکال نداره. درخت نمو کرده، گوسفند بوده، چاق شده، عیبی نداره. و یا منفعتی، این نکره در سیاق نفی، منفعتی نکره است دیگه، نفی نکرد چه. حالا خلاصه من خواستم بگم این عبارت میگن ظواهر فتاوای فقها معتبره. این آیا اطلاق نداره منفعتی؟ خاص به جاییه که اجاره داده باشه، مثلا کسی اومده توش نشسته پول به اون یا قسمش اون. یه مسئله بود، من همین قضا اومدم برای آقایون که اهل نظر هستن اینو بخونم. خلاص خوبیشه. خب این را صاحب عروه گفته، ایشون چرا نگفتن وقتی که فروخته بشه معلوم میشه اعمه، حالا من همین خواستم. حالا یه قضیه دیشب صحبت شد، من خواستم بگم اینجا آقایونی که این کتاب اگه دارن یا تحصیل کنن خودشون ببینن چیه. یه مسئله بود. یه مسئله دیگه این بود که کسی که دیشب صحبت شد، من آوردم فقط این دو مورد رو از این رساله که اعاظم نظر دادن بخونم. یکی دیگه این بود که کسی نمیتونه در یک سال از معونه یک سال خونه تهیه کنه و تو همون بشینه از سود یک سال. این در عرض چند سال پول جمع میکنه و نمیتونه در یک سال این کار بکنه. این آیا اینی که جمع میکنه در چند سال و بعد چند سال خونه میخره، این مال سالهای قبل است که تو خونه بشینه، خمس داره یا نداره؟ حالا اینو میخونم شما ببینید چیه ظاهرش. اینجا صفحه 526 مسئله 1626. هرگاه شخصی مقداری از منافع کسب سالیانه خود را برای خرید خانه و یا فرش و یا سایر مایحتاج زندگی خود ذخیره کند، جمع کنه که بعد 5 سال 10 سال خانه بخره، فرش بخره یا سایر مایحتاج، در هنگام سال خمسی احتیاطاً باید خمس اون را بدهد. حالا هم پولشو ها فارقش چیه؟ نه آها پولا رو، پولای سودسال را یه وقت نگه میداره، بعد 5 سال خونه میخره، یه وقت خورده خورده این پولا رو خونه میخره. چرا معون است؟ چون نمیتونه. میفرماد نمیتونه، چون نمیتونه خونه بخره، نمیتونه اگه پول جمع نکنه خونه بخره. چرا این پول را نمیگن معونه است؟ وقت هیچ. البته این احتیاط وجوبی پیداست، چون احتیاطی که مسبوق یا ملحوق به فتوای برخلاف نباشه احتیاط وجوبیه. اما مع ذلك 2 نفر از آقایون نوشتن این احتیاط ترک نشود، یعنی واسه اینکه نکنه خیال بشه احتیاط غیر وجوبیه. یکی نوشته میرزای شیرازی، یکی از فرهنگ کاظم طباطبایی نوشتن این احتیاط ترک نشود. نه، میگه نمیتونم خونه دار بشم. حالا صاحب همون یکی صاحب کنید. پس شما پول را قبول کردید، ها؟ خب این یه محل است. نه، ایشون میگن که اگه ها خلاصه راجع به تجارت هم داره که من با یک پولی دارم تجارت میکنم، اگر خمس این پول رو بدم دیگه اون تجارت برای من محسوب نیست. اینجا بعضی از آقایون میگن که اینجا خمس نداره، برای اینکه اگر فروشی بده سرمایه‌اش به هم می‌خوره. این حالا یه مسئله دیگه است. بله، اما یه مسئله دیگه بله خانه معونشه. اما چون ادله خمس همجور که آقایون ملاحظه فرمودن، ادله خمس میگه هر چی گیرت اومد الان خمس داره. هی والله الافادت یوما به یوم. اون روایت دیگه الفائده یفید هر رجل. اون روایت دیگه ان الخیاط لا یخیط الثوب ب5 دوانق لنا منه دانق. خیاطی کرده 5 دانق گرفته، همین حالا یه دانقش خمسه. فقط این خمس 2 تا تبصره داره. یکی این که اگر تا سر سال مصرف شد خمس ساقط میشه. یکی دیگه این است که این واجب موسعه، وقت سر سال میشه واجب مضیق، مثل نماز ظهر عصر که اول ظهر آدم بخونه واجبه، به نیت مستحب نمیخونه نماز ظهر را، اما واجب موسعه، حق داره تا آخر وقت تأخیر بندازه. خمس همجور که تو عروه هم داره، آقایون دیگه هم تو بعضی رساله دیگه هم هست، کسی که امروز یک ربح کرد، یک سود کرد، 100,000 تومان امروز ربح کرد، این الان خمس متعلق به یک 20,000 تومنشه و واجبم هست، و اگه الانم بده به عنوان خمس میده و به عنوان وجوب، نه به عنوان استحباب. فرقش با زکات اینه، در زکات تا سال نشه، ماه 12 نرسه، اصلا زکات نیست، وجوب نیست. اگه داد به عنوان زکات، زکات حساب نمیشه. در خمس همون وقتی که سود کرد همون وقت خمس متعلقه. اگر تا سر سال در معونه صرف شد با 3 شرطی که گفتن، حرام نباشه اون معونه، بیش از شأن نباشه معونه، و این شرط سیوم. خلاصه با 3 شرطش وقتی که صرف معونه شد صرف بشه، تقدیر نباشه، که غالبا آقایون گفتن در تقدیر یه خلاف و مایی هست، یعنی این شأنش هست که عبای 20,000 تومانی بپوشه، اما عبای 5,000 تومانی میپوشه، 15,000 رو میذاره کنار، این 15,000 خمس داره، که اگه میخرید عبای 20,000 تومانی میپوشید خمس نداشت، چون معونش بود، در حد شأنش هم هست. با این 3 شرط اگر مون تا سر صرف شد تا سر سال، قبل سر سال خمس ساقط میشه. وقت پس این پولی که این گیرش اومده، این شخص میخواد خانه‌دار بشه، باید هر سالی این سودایی که میکنه کنار بذاره، حالا یا تو بانک یا تو خانهش یا پیش کسی. هر سالی 10 میلیون 10 میلیون 10 میلیون سودهایی که گیرش میاد کنار بذاره تا بشه 50 میلیون 100 میلیون، خانه در حد شهرش بتونه بخره. این اگر این کار نکنه، این 10 میلیون سر سال خمسش بده میشه 8 میلیون، اون سال دیگه هم باز 2 میلیونش بده باز 8 میلیون میشه. به جای 5 سال 10 سال دیگه 15 سال 20 سال دیگه باید خونه بخره. این مسئله میگوید این پولهایی که کنار میذاره بنابر احتیاط واجب سر سال باید خمسشو بده، ولو اگه این کار نکنه زودتر نمیتونه خمس بخره. ایشون میفرمان فرقه بین اینکه پولا رو کنار بذاره تا سر 5 سال خونه بخره، یا اینکه نه هر 10 میلیون که گیرش میاد یه قدری از این زمینه بنایی کنه. 10 میلیون سال دیگه که سود کرد بازم تیکه دیگر بنایی کنه که نتیجتا بعد 5 سال یا 10 سال تو خونه میشینه و اون روز مصرفشه و معونشه. سوال اینه، ما هستیم و کلمه الخمس بعد المعونه، المعونه بر بنا صدق میکنه، بر پولی که میخواد باهش بعدن بنا بکنه صدق نمیکنه. آیا عرفاً این فارق هست؟ اگه باشه عیبی نداره، بحث عرفیه که اینم آقایونم به نتیجه بزرگان اهل عرف هستن این علما، و هیچ کدوم اینجا این احتیاط را استحبابی نگفتن. 9 تا 10 تا هستن با صاحب جواهر، اعاظم، محققین، مدققین، اینجوری فرمودن. حالا من اومدم همینقدر این را، چون دیشب یه قدری صحبت شد، این را همجا از این کتاب بخونم. بله، حالا همینقدر که خلاصه تو این رساله این آقایون اینجوری مسئله رو نوشتن، البته نسبت به پول، این یعنی پول را کنار میذاره. ایشون میفرمان که اکل تراب حرامه الا تراب قبر الحسین علیه الصلاة و السلام، اونم برای استشفا. ایشون میگن که آیا میشه این حکم را تعدی داد به تراب قبور بقیه معصومین علیهم السلام؟ این مسئله رو یکی از جاهاش که من عرض میکنم، مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائده چند صفحه حولش صحبت کرده. جواهر مفصلتر داره، مرحوم اخوی مفصلتر صحبت کردن در کتاب اطعمه و اشربه به مناسبت محرمات اکل، که یکی از چیزهایی که حرامه خاکه. وقت استثناء شده این نسبت به امام حسین علیه الصلاة و السلام. شک و شبهه ای نیست که برای استشفا، اونم به مقداری که تو ادله روایات تحدید شده، اشکال نداره آدم این خاک را بخوره، که همینقدر خاک را از چیز دیگه باشه جایز نیست. اما نسبت به قبور متبرکه بقیه معصومین علیهم الصلاة و السلام بفرمایید. به نسبه به قبور متبرکه بقیه معصومین علیهم الصلاة و السلام، این روایت خاص داره که جایز نیست، روایت خاص هم داره معارض که جایز هست، روایاتش متعارضه، وقتی که تعارض کرد تساقط میکنه. گذشته از این که روایاتش روی بعضی مبانی رجالی سندن تام نیست، لهذا مشهور بین فقها که غالبا این مسئله رو مطرح کردن در کتاب اطعام و اشربه تو کتب مفصله، مشهور اینه که جایز نیست. تو بعضی از روایاتش داره حضرت فرمودن کسی که تراب قبر، شاید از حضرت کاظم علیه السلام باشه، حالا یادم درست نیست، کسی که از تراب قبر ما بخوره فکأنما اکل من لحومنا، تو یک عدی تعبیراش اینجور داره. و مشهور بین فقها الا نادر، خیلی کم هستن که اجازه دادن، گفتن نه، فقط و فقط تراب و قبر الحسین علیه السلام اونه که جایزه، برای قبور بقیه معصومین نه، از بقیه، از قبر مطهر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله قبور معصومین دیگه جایز نیست. وجهش هم همینه، چون عمومات هم سندش معتبر نی، هم روایت حضرت کاظم کیه صلوات الله علیه نام نفرمودن من، ظاهرش اینه کل معصومینه، فکأنما اکل من لحومنا، و همین سند هم نداره، درست، لهذا مشهور همینه. اگرم سند داشته باشه که تو ذهنم اینه سند نداره، به نتیجه مفتابه فقهاست اعراض مسلم از مشهور، شهرت مسلمه ازش هست. حالا نسبت به قبر امام حسین علیه السلام هم بعضی روایات داره، هم تو ذهنم یه عده تصریح کردن، شاید صاحب جواهر علامه مجلسیه، که خلاصه اونی که تربت و قبر الحسینه 4 فرسخ در 4 فرسخه، 5 فرسخ، نه بعضی فقها تصریح کردن به این، بله. خلاصه علی کل اون یه توسعه اینجوری داره، بله. بله عرض کردم، اما غالبا فقها در مقام فتوا نمیگن، در مقام بحث علمی چرا گاهی گفتن تابع همون روایات و تابع این که حالا وجوه دیگه داره، اما مشهور در مقام فتوا شهرتا عظیمه اینه که این جواز اکل از تراب قبر خاص به قبر مطهر امام حسین علیه السلام. فهم. اگر یه مدتی موند چرا شد؟ بله، نه عجه شده. مسئله صدق عرفیه، اگر یه مدتی موند بله صدق عرفی میکنه. این خانه را فرض کنید خواستن بنایی کنن، خاک برداری کردن، یه خاکای دیگه اومدن گذاشتن توش، بعد یه سال دو سال اینا خاکای این خانه است، عرفیه. بله یه بیان الان خاک بریزن الان بردارن، شاید شک در صدق بشه، اما اگه مدتی موند چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، ما بالاختیار لا یونافی الاختیار، چون اختیارا میگم اختیارا سوار شده. روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله رو شتر طواف کردن، و اینکه شتر راه میره خودشون کرانی میرفتن. ملاک اینه. دلیل علم، دلیل علمیش اینه که ما بالاختیار لا یونافی الاختیار، کسی که سوار این عربانه چی بهش میگن ویلچر شد، هرچی سوار موتور شد اختیار. شما که سوار ماشین میشید میرید تهران، میگن ماشین شما را برد یا خودتون میگید رفتم تهران، ایشون رفت لینسب الیه. بله اگر یک کسی بیهوش باشه تو ماشین بذارنش ببرنش تهران بیمارستان، نمیگن فلان کس رفت، میگن بردنش. باید اختیار شرط درش. وقت این که اختیارا سوار شد صدق میکنه. مستحبه یا واجب؟ هر وله برای مردا ظاهرا مستحبه. بله البته ممکنه تو همون که نشسته خودشو تکون بده میسور هر وله بشه. نه ظاهرا مستحبه هر وله. ببخشید نه آخه شبهه این هست این آقایون چرا احتیاط وجوبی کردن؟ چون مراجع عادتاً به خاطر شدت تقوا و ورعی که دارن یه جایی که یه خورده شک میکنن فتوا نمیدن، احتیاط میکنن. ها عرض کردم شاید به لحاظ همینه که ممکن است این کسی که داره هر سالی چند میلیون پول نگه میداره تا خانه دار بشه، خانه بخره، این پولهای در هر سال معونه اون سال حساب بشه. یک احتمال ولو ضعیف این داره که درش خمس نباشه، مصرف نشده. همین همین این واجبی یک پنجم ارباب خمسی باید به صاحبش اینجا احتیاط کردن. نه همین یعنی شک برای اینه که الخمس بعد المعونه، معونه عرفاً چیه حدودش؟ معونه اون که انسان مصرف کند. خب این آقایون گفتن شاید وقت فتوا ندادن، المفتی علی شفیر جهنم ترسونده آقایونو، لذا خیلی جاها احتیاط میکنن. من میگم احتیاط مفهوم نداره. چرا؟ میدونم کلمه معونه رو شما چی معنا کنید؟ اگه مصرف، این مصرف نشده. و مصرف حالا اگه نیاز و مصرف نمیکنه، وجودش مثلا فرض کن مورد نیازه که این در شأنشه که اینو داشته باشه. آره پتو تو خونه داره، ممکنه مهمان بیاد. بله این معونه است، چون مصرف معونه خودش این به مصرف شدن معونه برای سلام. حالا مثل باب خونه کسی تشکیل نمیکنه که اگر کسی شروع کرد به بنایی، آجر خرید، آجر زمین خرید، مشغول به کار بنایی، حالا گشکاریش مونده برای سال بعد، یا بگی 10 سال هی بنایی باید بکنه خورده. حالا به هر صورت این حالا طول کشید، اینجا قدمات یقا داره تشکیل نمیکنه، این داره هزینه میکنه و معونه میکنه. نه میدونم معونه امساله یا معونه اون سالیه که تو خونه میشینه. نه لازم نیست که اون سال تو خونه بشه معونه، همین الان من دارم معونه میکنم. معونه برای 10 سال دیگه؟ نه 10 سال تو خونه به دست میاد، من همین الان دارم خرج میکنم، از همین الان دارم همین. خلاصه بحث اینه که فرق ندارد و اصلا جای احتیاط نیست باید حتما خمس را بدهد. یه ضرورت عرفی و عقلایی هست اینجا که ایوه آقا این پول ذخیره کن، اشکال خاندار نیست به خاطر این ضرورت عرفی است و اون خرج نکرده. این ضرورت عرفی باعث شده که آقایان فتوا ندن و احتیاط کنند، چون ضرورت عرفی و عقلایی داره که پول ذخیره. بحث کلمه المعونه است، این استثناء شده. المعونه شده. اگر فرض کن الان ثبت نام میکنن یک کسی را برای حج، ثبت نام الان که ثبت نام میکنن سازمان حج گفته که آقا شما الان هزینه حج پرداخت نمیکنید، شما ثبت نام میکنید، یعنی در این شما به حساب پول واریز میکنید و این پول به حساب خودتون هست، ملک خودتون هست. کسی که این کار را انجام بدهد، این پول را واریز کند در این حساب به حساب خودش، نه به حساب سازمان حج، ما به اون نوبت حج خواهیم داریم در آینده. کسی هم خیلی پول داره، رفتن به حج هم مستطیع هم هست، راه حجش اینه که از همین طریق. حالا خیلی غالب خیلی از آقایان میگن ثبت نام واجب است، بلا الان هزینه حج پرداخت نمیکنن، پول گذاشتن در این حساب واجب، پولم بال خودش. اینجا میگن چون تکلیف شرعیش هست که واجب است این پول در این حساب واریز کند به نام خودش، چون تکلیف شرعیش هست این معونش حساب میشه، یعنی تقریبا واجبه چون این کار را بکنه. این یه خرجه که باید شرع بهش گفته این کار را بکن، چون شرع بهش گفته این کار را بکن. حالا از باب نفقه واجبه عائله، از باب نفقه واجبه عائله اگر شأن زن و بچهش شأنیه که باید تو خونه ملکی بشینن، دختر وزیر دختر پادشاه ها گرفته باید تو خونه ملکی بشونه، پس واجب این خونه ملکی تهیه کنه و نمیتونه مگر در 10 سال. اونم میگید من اون از پولا رو که کنار بذاره. آقا چی گفتید واجبه؟ میفرماید چون واجبه. من نقض کلمه واجب دارم عرض میکنم آقا. بحث نه، شما دلیل عدم خمس را گفتید چون واجب است بر او که حج برود، واجب است. من عرض میکنم یه مثال دیگه برای واجب. واجب است بر این مرد که برای زنش خونه ملکی تهیه کنه، برای این خانم مناسب نیست، خلاف شأنشه و اینم خونه ملکی نمیتونه تهیه کنه مگر در 10 سال هر سالی چند میلیون کنار بذاره. اینم میگید خمس نداره؟ تکلیف شرعیشه. اگر مجتهد میگه همینه میگید؟ میگید پس تفصیل قائل بشید در اینجا، تفصیل قائل بشید، بگید اگر این خونه ملکی داشتن واجبه برش باشه به خاطر که شأن زنش اینجوریه. نه آقا، وجوب که معونه رو زیاده کم نمیکنه. ما هست بله، خمسش بده، تکلیف شرعش خمس هم بده، چه اشکال داره؟ تمانعی داره. معونه شد، اگه معونه شد بله، اما اگه معونه نشد وجوب که معونه موضوعیه، یه معنای خاص خودش را داره. شما بگید اگر واجب شد پس میشه معونه، یه چیز اضافه میخواد. حالا تا برسیم. صلی الله علی محمد و علیه.